بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی بشنود نور آفتاب، ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. نزد گلخنها برو ننگی بماند، نزد گلشنها برو رنگی بماند. نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. این شعریست که در واقع مولوی در شأن امام حسین در تفسیر همین آیه یا ایتها النفس المطمئنه بیان کرده، که یکی از مصادیق بارزش امام حسین و یاران شهید اون بزرگواره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سلام بر سرور آزادگان امام حسین و بر همه ارواح پاکی که تحت پرچم آزادگی او قیام کردند و این پرچم رو برای همیشه برافراشته نگه داشتند. اونها این بلاها و مشکلات رو به جان خریدند تا این پیامو به آیندگان برسونند. هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند. عاشقانی که از درون خانه اند، شمع روی یار را پروانند. ای دلانجا رو که با تو روشنند، و از بلاها مر تو را چون جوشنند. در میان جان ایشان خانه گیر، در فلک خانه کن ای بدر منیر. خب سلام خدمت همه سروران عزیز و ارجمند، حضار گرامی، و با آرزوی سلامتی و سعادت شما و بهره‌گیری هرچه بیشتر از برکات این ماه، از آثار این جنبش پربرکتی که در 1400 سال پیش رخ داد و همچنان پرچم آزادگی رو برافراشته نگه داشته. عنوان عرایض بنده، نمیدونم اعلام قبلا کردن یا نکردن، داعشیان و عاشورائیان. شاید به نظرتون یه مقداری غیر متعارف بیاد، ولی چه مسئله ای امروز برای امت اسلام مهمتر از آفت داعش؟ حدود 15,000 تروریست از 80 کشور اسلامی روانه سوریه و عراق شدن. 200,000 نفر تا حالا در سوریه کشته شدن. 200,000 نفر در عراق که ظرف 9 ماه گذشته 12,000 نفر کشته شدن. 9 ماه گذشته. دو کشور مقتدر اسلامی از نظر ارتش و پتانسیلی که داشته به چه روزگاری کشیده شده. یک حادثه بین المللیه. از یه طرف دنیای غرب، امریکا و اروپا برای مقابله با روسیه که حمایت از رژیم بشار اسد میکنه، سوریه رو حفظ کرده، با تمام قوا این نیروها رو تجهیز کردن، تسلیح کردن، روانه میدانهای نبرد کردن،
و اسرائیل هم با دومش گردو میشکنه که این اختلاف ها رو در امت اسلام قرار داده و اینا دلشون خوشه، هم عربستان سعودی از حامیان بزرگش، هم قطر، هم امارات متحده عربی و هم ترکیه متاسفانه به منافع ملی خودش مشغوله و خوشحال از این که حالا داعش دارن کردها رو در کوبانی از بین میبرن و کشورهای دیگه هم همه مشغول هستند. چیزی آیا مهمتر از این مسئله برای امت اسلام تو دنیا الان وجود داره که همه هستی مسلمان ها رو تحت شعا قرار داده و به نام اسلام داره ثبت میشه؟ دنیا اسلام رو از طریق این ویدیوها، این گردن زدن ها، سربریدن ها دارن میبینن و داوری میکنند. خب همه اینها، این 15,000 نفری که لیستش هم همه هست از این 80 کشور از کجاها اومدن، اینا به نام اسلام اومدن، مثل خوارج زمان حضرت علی درد اسلام دارن، اونا هم نماز شب خون بودند، دلشون برای قرآن و اسلام میتپید ولی با بینش خاص خودشون. چه جنایت هایی هم زمان حضرت علی کردن این خوارج، خود حضرت علی هم توسط همینا ترور شدن به نام اسلام، به نام دین، همه اهل نماز، همه عاشق اسلام، ولی چه اسلامی؟ اینا هم که آمدن جوانایی هستن از کشورهای مختلف دنیا که احساس ذلت میکنن در برابر قدرت‌های غربی، دلشون هوای اون دوران پیامبر رو داره، بازگشت به اسلام نخستین، اهل قرآن هستن، دلشون میخواد که برگردیم به اون افتخارات تمدن اسلامی، نیت ها همه اسلامیه ولی عملکرد ها چگونه است؟ اونا اسلام سیاسی رو داعشیان دارن پیگیری میکنن در برابر کشورهای منطقه اسلامی عربی قرار گرفتن، دنبال یک ایدئال ها، یک اوتوپیایی هستن که اون افتخارات گذشته رو احیا بکنند. اسلام امام حسین هم یه اسلام سیاسی بود، هر دو اینا اسلام سیاسی هستن. دوران پیامبر که خب پیامبر بود، پیامبر اسلام، جز اپوزیسیون نبود. زمان حضرت علی هم بالاخره حضرت علی هم خلیفه بودن، ولی شاید قیام امام حسین اولین قیام مردمی در برابر حاکمیت موجود بود، شاید بشه گفت که اولین حرکت اسلام سیاسی. البته قبل از اون در دوره عثمان هم ناراضیان از حکومت عثمان قیام کردن و اون خلیفه رو کشتن همینطور که میدونید، ولی خب اون در واقع یک شورش مانند بود، خیلی رهبری مشخص یا سازمان یافتگی معینی نداشت. ولی قیام امام حسین باقی است، 1400 ساله که مونده. خب ما یه نمونه اسلام سیاسی کربلایی داریم، عاشورائیان در رهبری امام حسین یک اسلام سیاسی رو تجربه کردند، برای ما گذاشتند، و یه اسلام هم که الان داعش داره نشون میده، البته به نام داعش معروف شدن ولی حالا آیسیس به نام خلافت اسلامی، اول ادعای دولت اسلامی عراق و شام یعنی سوریه رو داشتن، حالا ادعاهاشون بالاتره، بعد از این هم حالا معلوم میشه که چه ادعاهایی دارن. خب از این نظر بد نیست که یک مقایسه‌ای بین این دوتا بکنیم. میگن همیشه در تضادها میشه به ارزش‌ها پی برد، تفاوت‌ها خیلی زیاده، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این دوتا رو میشه مقابل هم قرار داد. خلاصه عرایز بنده یه 10 تا مقایسه بین این دو جریانه،
دو نوع اسلام سیاسی. هر دو هم برای اسلام اقدام کرده. هر دو هم نیتشون خیر بوده. ببینیم پس تفاوت ها کجاست؟ البته از این مشابهت ها خیلی زیاد میشه بیان کرد. به قول مولوی که مقایسه ها مطرح میشه، میگه هر دو گون زنبور خوردند از محل. ما دو جور زنبور داریم، یکی زنبوری است که فقط نیش داره، یکی زنبور عسله. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زان دیگر عسل. هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب، لیک یکی سرگین شد و آن مشکناب. میگه صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. خب بله، همه مثل هم هستند دیگه، همه به نام اسلام، یک کتاب، یک سنت. حالا باید ببینیم که تفاوت ها در کجاست. قبل از اینکه وارد این مقایسه بشم، چون در ماه محرم قرار گرفتیم، دهم ماه محرم، ابتدا چون این قیام امام حسین به صورت تنگاتنگی گره خورده با ماه محرم، اصلا معنای ماه محرم در فرهنگ ما ماه حسینه، ماه قیام حسینیست، ماه کربلاست. محرم یعنی چی؟ محرم همینطور که میدونین یعنی حرام شده، مثل مطهر. مطهر یعنی طاهر شده، پاک شده. معطر یعنی اطراگین شده. محرم هم یعنی حرام شده. چی حرام شده؟ چرا اسم این ماه حرامه؟ همینطور که میدونید 4 ماه در قرآن گفته حرامه. میگه ان عدت الشهور عند الله، این آیه قرآن آیه 9 سوره 9، ان عدت الشهور عند الله، تعداد ماه ها نزد خدا از آغاز 12 ماه بوده. 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق الله السماوات والارض منها اربعه حرم. از این 12 ماه 4 ماهش حرامه. 4 ماه کدوم هستن؟ ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم. این 3 تا پشت سر همه، با یه فاصله هم رجب میاد. پس ما 4 ماه حرام داریم. حرام چی؟ آیا گفتن تو این ماه مشروب مثلا نخورید، بی حجاب نباشید؟ میگه تو این ماه جنگ نکنید. میگه این ماها رو خدا قرار داده، فلا تظلمو فیهن انفسکم، در این 4 ماه ظلم حرامه، ممنوعه، نه که در ماهای دیگه حلاله. در این ماه همه دعواها رو باید بذارین کنار. میگه در ابتدا خدا این قانون رو گذاشته، از موقعی که بشر از اون دوران حیوانی خودش رو آزاد کرد، از قانون جنگل خلاص شد، آمد بیرون. تو قانون جنگل الحق لمن غلبه، هر کسی که غلبه کنه، زور داره، حق با اونه. ولی بشر از موقعی که اختیار و اراده پیدا کرده، اولین چیزی که باید براش گفت حقوقه، حریمه. این ناموس توه، اون ناموس مردمه. این مال توه، اون مال مردمه. حیوانات این چیزها رو نمیشناسن. پس اولین آموزش انسان، اولین شرط آدمیت، انسانیت، شناخت حریمه، حدود حلال و حرام. حلال یعنی آزاده، چراغ سبزه. حرام یعنی اینجا حریمه، یعنی بردره، یعنی مرزه، یعنی محدوده است، نمیتونی بری. این ملک مردمه، این ناموس مردمه. اولین آموزش برای انسان شناخت حریم و حدوده، یعنی حقوقی هست. انسان‌ها حقوقی دارند، زور ملاک نیست. تمام واژه‌هایی که از حرام میاد دلالت بر حرمت میکنه. ماه محرم یعنی ماه آشنا شدن با حرمت‌ها، حقوق. احترام باب افتعال حرامه. احترام، افتعال یعنی پذیرش یه چیزی، مثل اشتعال یعنی شعله پذیری، انقلاب یعنی دگرگون پذیری، احترام یعنی حرمت پذیری. یعنی انسان آمادگی پیدا کنه که
یک سلسله احتراماتی رو رعایت بکنه، حرمت‌هایی رو به جا بیاره، پدر، مادر، معلم، حقوق دیگران، یعنی به خود تلقین کردن و به خود آموزش دادن یک سلسله حرمت‌ها و حقوق. تحریم هم همینه. حالا ما در تحریمیم، سانکشن هستیم، یعنی جامعه بین الملل یک سلسله محدودیت‌هایی قرار میدن به دلیل قضاوت‌هایی که راجع به ایران دارن. همه مشتقات کلمه شما حرام رو یا محرم رو ببینین، همش برمیگرده به حریم و حدود و به امنیت. در واقع مگه ماه حج غیر از اینه؟ ماه حج هم یکی از همین ماهای حرامه. وقتی حاجی وارد محدوده مکه میشه، میگن احرام باید بست، نیست؟ میگن محرم شد. اینا همه از ریشه حرامه. محرم شد یعنی خودش رو در یک حریم حقوق قرار داد. من این دوتا پارچه سفیدی که پوشیدم، از این به بعد دیگه حق ندارم یه علف بکنم، وگر نه باید قربانی بکنم. یه پشرم حق ندارم بکشم. احترام محیط زیست، احترام حتی حشرات، من حق ندارم دستور به کسی بدم. لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نه در اون ایام آزاد اون روابط زناشویی، نه جدال میشه کرد، همه اینو باطل میکنه. یعنی خود حج یک سلسله تمرین برای رعایت حق و حدود و حقوق مردمه، نه تنها مردم، بلکه محیط زیست، بلکه حیوانات، بلکه مخالف و دشمن. صلح کامل، صلح مطلق در مدتی که در احرام هستیم، حرم شدیم. اسم مکانی که باید بریم زیارت بکنیم مسجد الحرامه. این کلمه حرام 25 بار در قرآن اومده، 15 بارش صفت این مسجده. یعنی اینجا مدرسه حقوق، دانشکده حقوق. به اونجا میریم که حرمت‌ها رو بشناسیم، از حرمت خدا، بزرگان شریعت، حرمت مردم. آیا توجه کردین که تمام واژه‌هایی که تو حج به کار میره به نحوی با حرام سر کار داره؟ نه حلال شرعی، نه حلال فقهی، حلال و حرام به معنای حرمت‌ها. هم وارد محیط شدن، احرام باید ببندیم، محرم میشیم، هم وارد مسجد الحرام میشیم، هم وارد خانه‌ای که اسمش هست بیت الله الحرام، خانه حرام خدا، نه حرام شرعی، حرمت داره. از عرفات هم که میریم به مشعر الحرام باید وارد بشیم. شعور حرمت ها مکانی است که شعور یعنی اون درک دقیق، شاعرانه، شعرگونه حرمت هایی که باید بشناسیم. اسم ماهش هم هست شهر الحرام. همش ملاحظه میفرمایید که سخن از حرمت هاست. خب پس ما هم ماه محرم ماه حرمت هاست و حقوق انسان هاست، و هم حج تمرینی است، کلاسی است، دانشکده است برای آموزش اینکه جهان حساب و کتاب داره، نرم هایی داره، قوانینی هست، باید اینا رو رعایت کرد. قانون جنگل نیست. یعنی همه اینا برمیگرده به امنیت. میدونید اسم خدا مؤمنه، میگه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. السلام، اسم خدا سلامه، سلامتی از خدا میاد. اسلام باب افعال، خود رو تسلیم حق کردن. خدا مؤمنه، به کی ایمان آورده خدا؟ نه، مؤمن یعنی مرکز ایمان، مرکز امنیت. اصلا اینجوری شروع میکنه نامهای خدا رو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الی آخر، 19 تا اسمه. اولینش صلح، آشتی، سلامت، امنیت. خب خدایی که صلح و امنیت، هم محرم رو گذاشته برای اینکه انسان‌ها از تو سر کله هم زدن خودشون رو بیارن بیرون،
و هم به امنیت برسن. هدف همه اینها امنیت بوده. همش درباره خدا میگه که اینجا امنیته. اولم نمکن لهم حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم. آیا ما یه حریم امنی برای شما درست نکردیم در حالی که در مجاور شهرهای مجاور مردم ربوده میشن، امنیت ندارن؟ دعای ابراهیم مگه غیر از این بود؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا اینجا رو، این شهر رو شهر امنی بکن. وقتی که امنیت باشه آسایش به وجود میاد. وقتی که آسایش به وجود آمد رونق اقتصادی و شکوفایی حاصل میشه. خب این مقدمه بود قبل از این که وارد این مقایسه دهگانه بشیم. اول خواستم عرض بکنم که ماه محرم چه ارتباطی با امنیت داره، با آسایش انسان ها داره و رعایت حقوق. حالا ببینیم که این 80 کشوری که جوان ها انقلابیون، مسلمانان انقلابی که دلشون برای اسلام میتپه، برای دنیا چه ارمغانی آوردن. یکی از اونا نامش بوکو حرامه، یکی از شعبه های القاعده. بوکو حرام یعنی چی؟ بوکو حرام یعنی تحصیلات برای دخترها حرام، به زبان محلی نیجریه. بوکو حرام جنبشیست برای ممنوعیت و تحریم تحصیلات خانم‌ها. در 61 ایالت نیجریه ممنوعیت برای تحصیلات خانم‌ها. صدها کشته گذاشته این جریان. میگن همون مکتب خونه های قدیم کافیه، ما احتیاجی به فیزیک و شیمی و ریاضیات و این حرفا نداریم دیگه، فقط شریعت باید پیاده بشه. همین چند ماه پیش بود که به خاطر دارین 276 تا دختر 16 تا 18 ساله رو گروگان گرفتن. الان چند ماه گذشته؟ شما خبری بده کردین؟ به کجا رسید؟ اینا رو تعدادشون رو که دونه 12 دلار فروختن به کشورهای مجاور. خودشون وقتی گروگان میگیرن از این اروپایی ها 3 میلیون دلار نرخشه، ولی دخترها رو یا شوهر دادن یا فروختن یا به عقد مجاهدین خودشون درآوردن. اینا به نام اسلام در نیجریه دارن فعالیت میکنن. بعدم که یه 8 دیگه باز 14 ساله بعد گرفتن. حمله به روستاها که هر کدوم هزاران نفر رو کشتن. اینا اسمشون حرامه، بوکو حرام. فرق حالا حرمت ها رو ببینیم. راه دور نمیریم. جایزه نوبل صلح امسال کی گرفت؟ بله؟ ملاله یوسفزای. ملاله یوسفزای یه دختر بچه محصل تو اتوبوس ترورش کردن، هم خودش رو هم پدرش رو. اتوبوس مدرسه از مدرسه می آمدیم. چرا؟ برای اینکه جزء کمپین دفاع از آموزش دختران عضو حقوق باشه. دختر 15-16 ساله، خوشبختانه این تیری که تو سرش رفته بود تونستن جراحی بکنن، از سرش در آوردن. 61 میلیون دختر در پاکستان در معرض خطر اینها هستن که بیان بیرون اسید رو صورتشون بپاشن، ترورشون بکنن. به نام اسلام داره اینا میشه ها، اونا که سنگ اسلام به سینه میزنن. حالا کیا دفاع میکنن از اینا؟ خانم آنجلینا جولی. ایشون 200,000 دلار برای تحصیل 40 تا دختر پاکستانی داده. خب مردم دنیا مقایسه میکنن. یک ستاره هالیوودی، خانمی که معروفه، همه میشناسین دیگه لابد، اون بیاد یک کار انسانی اینچنین بکنه، بعد مسلمان ها بیان ترور بکنن. جایزه نوبل بهش دادن. تایمز بعد از اوباما در سال 2012 اونو دومین شخصیت تاثیرگذار به خاطر همین فعالیت های یه دختر جوونه و جایزه های دیگه، جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا، اونم استفاده میکنن، اینجوری مطرح میکنن دیگه. اینان که فعلا دارن القاعده پاکستان، اینا به هر حال پرچمدار اسلام و نماد اسلام شدن.
افغانستان دیگه خودتون بهتر میدونید دیگه، با صدر رحمت به پاکستان. ما که البته خیلی دوریم از این حرفا، ما فقط اسید میپاشیم دیگه، اونم دیگه بالاخره شیطونی کردن دیگه. مگه امام جمعه اصفهان نگفتش تا نباشد چوبه تر فرمان نبرند گاو خر؟ گفتن با چوبه تر باید برخورد کردیه. اخیراً هم که حتما دو سه روز پیش شاهد بودین که این لایحه دو فورتی، مقدمات طرح این 4000 موتور سواری که برای امر به معروف و نهی از منکر، با اینکه دولت مخالفه، با اینکه وزارت کشور مخالفه، با اینکه بسیاری از اونا که فعلا دستن در کارن مخالف هستن، ولی مجلس شورای اسلامی ما با 276 رأی موافق تصویب کردن که اینا حق دارن. 75% نمایندگان ما رأی دادن که مبارک باشه این کارتون، فقط 23 نفر مخالفت کردن. خب آقایون هم که اول که مدرسه تو ایران از دوران قاجار شروع کردن که تا سالیان دراز مدارس تخریب می شد، آتش می زدن. مملکت ما این حرفا بود که ما احتیاجی به این حرفا نداریم، ما مکتب خونه داریم، فیزیک و شیمی و این حرفا همه غربیه، می خوان دین ما رو بگیرن. ولی یواش یواش مدارس ساخته شد، بعدن مخالفت با رادیو شد مدت های طولانی، بعد با تلویزیون، بعد با سینما، حالا هم که با دیش ها و نمیدونم ماهواره ها رو باید جمع کنه، حالا هم که گلوی سرعت اینترنت رو چسبیدن که اینترنت، همه یه مدتی در واقع مقاومتی هست و سرکوب، و حالا چقدر در این وسط قربانی هایی داده میشن. ما متاسفانه به هر طرفش نگاه میکنیم میبینیم این یک نوع حرمت هاییست که این جوامع امروزی ما دارن باش برخورد میکنن، همه به نام اسلام، برای حفظ اسلام، برای حفظ دین مردم. خب اما امام حسین حلال و حرام چی بوده براشون؟ من اینن فرمایش خودشون رو میخونم. من رعا سلطانن جائرن، کسی اگر یک سلطان ستمگری ببینه، یک رهبری ستمگر در جامعه ببینه که مستحلن لحرم الله، حرمتهای خدا رو روا داشته. پس سخن امام حسین هم اول راجب این حرمت هاست. عهد خدا رو شکسته، بر خلاف سنت رسول خدا عمل میکنه. یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، در بین مردم با اسم یعنی خودخواهی، یعنی استبداد، یعنی دیکتاتوری عمل میکنه، با تجاوز به حقوق مردم. اگر یک مسلمانی ببینه، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، اگر با عمل و یا با سخن تلاش در جهت تغییر اون نکنه، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا، خدا اون رو تو همون جای داخل خواهد کرد که اون دیکتاتور رو داخل کرده. نگرانی امام حسین این حرمت ها بود. ما چسبیدیم به چند تا تارمون، حالا از همه کشورها گرفته سومالی و نمیدونم درس خوندن خانوما، حقوق بشر رو نادیده میگیریم. یک کلمه شما اگه در تمام نهضت حسینی، در تمام طول نهضت کربلا دیده باشید از زمان امام حسین، که قیام من اینه که حجابها یک ذره ناجور شده، مردم دیگه نمازشون سست شده، کاهل و نمازن، روزه نمیگیرن، مشروب خاری تو جامعه اسلامی شده، باید قیام کرد، باید گشتن به معروف و نهی از منکر گذاشت، شما اگه یک کلمه دیدید به من نشون بدید که یک کلمه، حتی یک کلمه امر به معروف و نهی از منکر حسینی متوجه مردم بوده باشه به من نشون بدید. الان اون چه که تو جامعه ما یا در جوامع دیگه هست، امر به معروف و نهی از منکر چماق حاکمیت ها برای حفظ ظواهر شرعی است تو کشورها. حجابا نره کنار، دست از پا مردم خطا نکنن، ما مأمور محافظ دین هستیم. حالا اگه 50 بارن تو قرآن به پیامبرم گفته باشه که ما انت علیهم به حفیظ، تو حفیظ نیستی،
ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی، ما کارو به تو نسپردیم، به پیامبر قرآن داره میگه. ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. مگه ممکنه رسولان مردمو به الزام بکشند وقتی که مردم نمیخوان؟ لا اکراه فی الدین. پیامبر فرمود ما انا من المتکلفین، من اهل تکلیف نیستم به شما. این همه آزادی در دین هست، ما نمیبینیم چسبیدیم یک سلسله اجبارهای فقاهتی برای مردم. کدوم امر معروف حسینی که سی و چند ساله که ما شاهد این گشتهای امر معروف هستیم، آیا ذره ای سر سوزنی تأثیر کرده؟ بله الان تو اصفهان تأثیر کرده، نمیان بیرون مگر با کلا خود میان دخترها که اسید روش اثر نداشته باشه. بله میگن که باید چوب تر داشته، ولی ذره ای ارزش داره پیش خدا اینجور حجاب های اجباری از ترس اسید؟ کدوم امر به معروفه؟ امر به معروفی که در قرآن هست، نصایح لقمان به پسرشه که پسر جان و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، امر به معروف و نهی از منکر بکن و بعد بر مصیبتی که برات وارد خواهد شد تحمل کن. این امر به معروف قرآنی است که نشون میده با قدرتمندان در افتادن و اعتراض به سوء استفاده ها و اختلاس های میلیاردی اونهاست. یه امر به معروف هم داریم که حقوق بگیر، مزایاست، ماشین، همه چی داره، پست و مقام، احترامات داره و الی آخر. کدوم فرق این دوتا؟ امام حسین میفرماید این لم اخرج عشرا ولا بترا، من خروج نکردم برای شهر برای قدرت طلبی، ولکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، قصد من انجام اصلاحات در امتی که جد من بنیان گذاشت. اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی. کدوم یکی از اینا به مردم پرداختنه؟ کدوم یکی از اینا مزاحم دختران و پسران مردم شدنه؟ همه محور قیام امام حسین امر به معروف و نهی از منکره، ولی چی بوده امر به معروفی که دنبالش بود و اینقدر در زمان ما مسخ شده این موضوع؟ موضوع دوم مسئله حاکمیت مردم، رأی مردم یا به اصطلاح دموکراسیه. یک مصاحبه دیدم اشپیگل با یکی از این رهبران داعش در ترکیه کرده، خیلی خوندنیه، مسئول عضوگیری سازماندهی، انگلیسی هم فلوئنتلی صحبت میکنه و اینا واردن که از چه مسیری وارده. سوال میکنه میگه بابا 1,800,000,000 مسلمون وجود داره، خیلی ها معتقد به دموکراسی هستن، خیلی ها معتقد به لیبرالیسم هستن، خیلی ها اسلام سنتی هستن، خیلی خیلی قلیل شما رو قبول دارن، چرا به اکثریت توجه نمی کنید؟ میگه دموکراسی مال کافران است، مسلمان واقعی دموکرات نیست، به نظر اکثریت اهمیت نمیدهد، اقلیت هم که به او ربطی ندارد، او به اسلام اهمیت میدهد. دموکراسی ابزار هژمونی غرب است و در تضاد با اسلام است. دموکراسی، حالا چه، بله کلمه دموکراسی در قرآن نیست، یک واژه یونانیه، ولی مگه پیامبر ما به غیر از اینه که به درخواست مردم به مدینه رفت، درخواست اکثریت مردم مدینه بود که پیامبر رو دعوت کردن رفت بر اونها سیادت کرد؟ مگه غیر از اینه که 4 خلیفه اولمون با شورا، حالا هر جور شورا هم بود، و بیعت مردم انتخاب شدند؟ حالا 3 خلیفه اول خیلی محدودتر، بسته تر، در یه حلقه محدودی بودن، ولی حضرت علی که فراوان ده ها جا تو نهج البلاغه هست که از اینی که همه مردم، زن و مرد و پیر و جوان، همه برای رأی دادن هجوم آوردن به اون خانه، یعنی 100% مردمی، میگه بایع ان الناس غیر مستکرهین، مردم با من بیعت کردن، هیچ کراهتی نبود، ولا مجبرین، هیچ اجباری نبود،
بل طائعین مخیرین با تو رغبت و با اختیار کامل آمدن بیعت کردن. میگه با من بیعت کردن نه از ترس قدرتی که حاکم بوده باشه ولال ارزن حاضر و نه چیزی جایزه‌ای بود که بیان رأی بدن. حالا توضیحات مفصله. ما که در اسلام اگه منظور از دموکراسی رأی مردمه که تو 40-50 سال اول که همش رأی مردم بوده، بیعت مردم بوده، تا زمان یزید که آغاز این نهضت حسینیه وقتی منحرف میشه تبدیل به یک رژیم سلطنتی انتخابی ولایت مطلقه میشه مسئله عوض میشه. تا اون موقع که مشکلی نبوده در واقع. خب این تفاوته که امروز چگونه داعش منش ها، داعش مسلک ها در جا به جای امت اسلام نگاه میکنند و اونچه که در اسلام هست چگونه بوده. مگه ما سورهی به نام شورا نداریم؟ مگه قرآن به پیامبر نگفته شاور هم فل امر؟ مگه حضرت علی وقتی به خلافت انتخاب شدن نگفتن که لولا حضور الحاضر، اگه شماها نبودید، حاضر نشده بودید، من هرگز جلو نمی آمدم. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت دیگه بر من تمام شده پذیرش این امر. همه اونها که بر رأی مردم تأکید میکردن، چطور شد که بعد از 1400 سال کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدن که دموکراسی رأی مردم حرامه؟ اینا خبر ندارن از قرآن، از سنت پیامبر؟ نکته سوم، اینا مرتب تو نوشته هاشون بر این جمله ای که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، میگن مسلمون باید چی باشه؟ اشداء علی الکفار. کفار هم یعنی بقیه مردم دنیا، غیر مسلمان ها و اون مسلمان هایی که با ما نیستن. حالا خدمتون نشون میدم، یعنی 99% دنیا فعلا جز کفار هست. باید با اونا اشداء باشیم، رحماء و بینهم، بین خودمون مهربان. عزلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنین رام، و اعزتن علی الکافرین، با این روحیه، بدون این که اصلا این آیه رو بفهمه. قرآن که میگه اینا خیلی اشتباه میکنه، که اصلا قرآن هم گفته که با خودیا باید مهربون بود، با دیگران باید سختگیر و خشن و پرخاشگر بود. هرگز این آیه این معنا رو نمیده. میگه المؤمنون رحما بینهم، بین خودشون، یعنی اهل گذشتن با هم قهر نمی کنن، تو سر کله هم نمی زنند در برابر بیگانگان مخان کفار اون موقع این بت پرستا. یه چی در برابر اونا؟ اشداء هن. اشداء نه این که بد اخلاق و بدگو و اهل خشونت، شدید مقابل ضعیفه، تو سری خورده است. در برابر اونا دیوار محکم هن. تسلیم نمیشن، سرخم نمی کنن، سواری نمیدن، با اونا کاری ندارن ولی تسلیم هم نیستن. قرآن مثال میزنه که چگونن. میگه مثله هم که مثل زرعن اخرج شطعه، مثل یه دانه است که از زمین آمده بیرون، این دانه از دل خاک آمده بیرون، که مثل زرعن اخرج شطعه فآزره فاستغلظه، بعد یواش یواش این بوته گیاه قوی شده، فستوا علی سوقه، رو ساق خودش، رو پای خودش وایساده. میگه مسلمان واقعی چگونه است؟ مثل گیاهی است که خود به خود متکیه، سربار دیگران نیست، مثل گیاهی که رشد کرده رو ساق خودشه، نمیگه که مزاحم گیاهان دیگه هستش. اصلا اشداء علی الکفار از نظر واژه مقابل رحما نیست، مقابل رحما کسی که اهل بغض و دشمنیه. حتی عزتن علال کافرین، عزت عزاز به زمینی میگن که آب روش مسلط نمیشه، یعنی اجازه نمیدن دیگران سوارشون بشن، مسلط بشن به اونا، مطلقا جنبه تعرضی نداره. خب اینا یه همچین خشونتی دارن. حالا امام حسین با دشمنان خودشون چیکار میکردن؟ از همون روز اول وقتی که از امام حسین از مکه حرکت کردن به سمت کوفه بنا به دعوت مردم کوفه،
همینطور که همه میدونید مواجه شدن با سپاه ابن سعد تحت فرماندهی یزید ابن حر ریاهی نیست؟ از دور وقتی که گرد و خاک اسبای دشمن رو دیدن یاران امام حسین گفتن که خوب ما زودتر رسیدیم به چاهای آب، خوب اینجا رو از نظر سوق و جوشی به نفع ماست، ما دسترسی به آب داریم. حالا تو اون هوای گرم عربستان خیلی مهم بوده که اون به صلاح گروهی که اول چاهای آب رو گرفته، امام حسین میگه نه، آب مال همه است، مال درندگان بیابانم هست، ما حق نداریم آب رو از دشمن محروم کنیم. حتما خوندین در تواریخ یا گفتن تو تکیه آب و مساجد براتون که وقتی سپاه هور وارد میشه به فرمان امام حسین همه مسلمان ها آب سطل به اینا میدن، حتی خود امام حسین با دست خودشون آب به اسبای اونا میداده. این کینه است، این نفرته که آدم خودش دشمن تشنه رو سیراب بکنه حتی اسباشونو. همین رفتارهای امام حسین بود که هور فرمانده دشمن رو آنچنان تحت تأثیر قرار داد که در چنین روزی در چنین موقعیتی منقلب شد، زیر و رو شد، در حالی که خجالت میکشید کفشش رو کنده بود، به گردن خودش آویزون کرده، سرش رو انداخته بود پایین، به حالت شرمندگی آمد خیمه امام حسین که من روی دیدن شما رو ندارم، من باعث شدم که شما به اینجا کشیده شدید، من اجازه میخوام که اول خودم دفاع کنم. همه هاجواج مونده بودن، فرمانده دشمن با اسب و صف دشمن زده بیرون آمده پناهنده شده به این طرف، اول پسرش رو میفرسه جلو چشم خودش، پسرش کشته میشه در دفاع از امام حسین و بعد هم خودش کشته میشه و امام حسین هم که میدونید میرن سرش رو در روی زانو میذارن و میگن چه نام زیبایی مادرت روی تو گذاشت، هم در دنیا حر بودی، آزاده بودی و هم در آخرت از آزادگان خواهی بود. این تفاوت نگاه به انسان هاست، یکی با کارد با شمشیر گرد میبره سر رو جلو تلویزیون میگیره یا جیگر رو گاز میزنه، یکی هم با کسی که تمام این ماجرا رو اون باعث شده این چنین رفتار میکنه. داعشی ها جهان رو به دو جبهه، مؤمن و غیر مؤمن، خودی غیر خودی، سیاه و سفید در واقع میبینن. میگن وظیفه بشر پیروی از کتاب و سنت، مسلمان خوب بدون چون و چرا باید از قانون خدا پیروی کند. همه مردم باید بگوین مطیع الله هستن یا خیر. اونها که با ما نیستند یعنی نمیگن، دشمن ما هستند و باید با اونها مبارزه کرد. همینطور مسلمانانی که اسمن مسلمانند، نماز نمیخونند، مشروب میخورند، همه اینا میگه مرتدن، حکمشون مرگه. وظیفه هر مسلمانی است که با دیگر مسلمانان بجنگند، باید به اونها فرصت داده بشه که یا الله را بپرستند یا کشته میشوند. حالا امام حسین با اونا که باشون موافق نبودن چه کردن؟ حتی از نزدیکتریناشون محمد ابن حنفیه، برادر امام حسین، پرچمدار حضرت علی در جنگ ها، او نیامد در کربلا. نامه های امام حسین رو ببینید در طول این سفر چقدر نامه های مشفقانه و نزدیکی است به محمد ابن حنفیه نوشته. عمر ابن علی، برادر دیگه امام حسین، یکی از فرزندان حضرت علی، نامش عمر بود، یکی هم ابوبکر گذاشته بودن. اینا توی دوتاشون که در کربلا کشته شدن برای رفع این اختلافات فرزندانشون رو به نام خلفای پیشین گذاشته بودن. اینا نیومدن. فرزدق اون شاعر انقلابی نیامد. ابن عباس پسر عم امام حسین شرکت نکرد. اون موقع سه تا شخصیت معروف تو اون جامعه بود: عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر. اینا هیچ کدوم نیومدن ولی
آزادی اونهاست، اختیار خود اونهاست. چقدر رفتار انسانی امام حسین با اونها داشت؟ آیا اونها رو تکفیر کرده؟ مثل این گروه های تکفیری؟ میبینیم که تفاوت از کجاست تا به کجا. موضوع بعدی نوع مبارزه ایست که داعشیان، من اسم داعش چون معروف شده میگم، وگرنه تا دلتون بخواد از اینا، از جبهه النصره هست، از القاعده هست، بوکو حرام هست، نمیدونم طالبان هست، داخلی و خارجی هم نداریم دیگه، قاطی هستیم تو خودمونم. این یک اندیشه ایست که آفت شجره اسلام در این روزگار ما. اینا معتقدن که اسلام با زور شمشیر باید به جلو بره. توحید و جهاد، این شعار اصلیشونه. پیرو به بیشتر ابن تیمیه هستن که قرن 13-14 بود و اکثران این سلفی ها پیرو به اویا محمد ابن عبدالله ها هستن. اینا معتقدن که تعارف نداره، خدا یه دینی رو فرستاده، کتابی رو نازل کرده، این کتاب باید به هر قیمتی پیاده بشه، شوخی نداره، با شمشیر، با جهاد باید مجبور کنیم مردم دنیا رو بپذیرن. بر این باور هستند که توحید و جهاد شعار همشونه، از بوکو حرام گرفته تا القاعده، همه اینها معتقد به جهادن. امروز جهاد نه تنها با غیر بیدین ها، با مسیحی ها، با یهودی ها و با مسلمون هایی که مثل اونا نمی اندیشند. یعنی اسلام تعرضی، اسلامی که جنگ ابتدایی داره. حالا امام حسین چگونه بود جهاد او؟ هر جا من اشتباه میکنم یا یک دلیل دیگه شما دارید نشون بده خلاف این هست، بفرمایید. امام حسین تا آخر این دوران یک بار ابتکار به تعرض و تجاوز به طرف مقابل نداشتن، برخلاف اون چه که شاید معروف شده که امام حسین قیام کردن برای تغییر حکومت یزید. اصلا از اول نگاه بکنیم ماجرا اصلا غیر از اینه. معاویه مرده، حالا اون موقع رادیو تلویزیون و تلکس و این حرفا نبود که بفهمن، پسرش رو انتخاب کرده بوده به عنوان خلیفه یزید، پیک میفرسن به شهرهای دیگه که با شخصیت‌های مهم از اونا بیعت بگیرن، رأیشون بگیرن. جامعه قبیلگی بوده دیگه، وقتی رئیس قبیله میگفته اوکی، همه میپذیرفتن. اوضاع قبیله تو مدینه سه تا شخصیت بودن که اگه این سه تا بپذیرن مردم مدینه میپذیرن. سه فرزند سه تا شخصیت‌های بزرگ، فرزند حضرت علی، فرزند عمر، فرزند زبیر. حالا داستان هر کدوم اینا مفصله. امام حسین در برابر این قضیه قرار میگیرن، میگن نه. البته تو اون دارالاماره که برده بودن که نمیشده، میگن که تو مسجد باید معمولا آدم رأیش رو اعلام بکنه، چون احساس میکنن جانشون در خطره، مدینه رو ترک میکنن با خانواده، با همه خانواده و قوم خویشان. تعرضی علیه کسی نیست، من حق دارم که خودم نظر خودم داشته باشم، حاضر نیستم که به زور به یک جوان شراب خورده مست بی همه چیز به نام یزید که سوابقش هست اون رهبر جامعه اسلامی باشه. این حقو که من دارم، من نوعی دارم عرض میکنم. کجا رفتن؟ رفتن مکه. برای چی مکه؟ برای اینکه مسلمون ها از نقاط مختلف میان، برن اونجا بگن چه داره میگذره، آگاه بکنن مردم اونجا رو. نه علیه کسی، یک کلمه حرف تندی نیستش، آگاهی بخشیدن به قشر آگاه جامعه است که تو مکه آمدن. احساس میکنن میخوان بکشنشون، توطئه رو متوجه میشن. روز چندم محرمه، حالا نزدیک دو ماه اونجا بودن، ولی احساس میکنن که میخوان کشته بشن، میخوان حرمت خانه خدا حفظ بشه، اونجا رو ترک میکنن. این یکی دو ماه هم که اونجا بودن خبر میرسه که امام حسین حاضر نشده که بیعت بکنه، مردم کوفه دعوت میکنن که شما تشریف بیارید اینجا، ما هم سرپرستی کسی نداریم.
به دعوت مردم یعنی دموکراسی یعنی حاکمیت ملت. امام حسین به دعوت اونا که میگن نمیدونم 30-40 هزار تا نامه، خدا میدونه حالا چقدر قلوف شده یا نه، ولی به دعوت اون مکه برای اینکه کشته نشن میرن طرف کوفه که سپاه ابن سعد مقابلشون قرار میگیره. میگه برای چی اینجا اومدیم؟ یه خودتون دعوت کردین. اینم نامه ها. میگه نه ما که نبودیم و اینا بی خوده و میگه خیلی خوب پس برمیگردن. نه نمیتونی برگردی، یا باید بیعت بکنی یا کشته میشی. بالاخره حالا داستانا مفصله، به راه سوم که میکشنشون تو بیراهه تو صحرای کربلا. حتی تو این کتاب آقای صالح نجف آبادی نوشته که امام حسین تقاضای مذاکره با خود یزید، با ابن سعد و یزید میکنن که با اربابتون میخوام صحبت بکنم. یک کلمه از ابتدا تا آخر نیست علیه کسی جنگیده باشن. میگه هیهات هیهات من نزله، من ذلت رو نمیپذیرم. مگه موسی رفت که فرعون رو بندازه؟ کجا تو قرآن موسی رفته که برای ساقط کردن فرعون؟ فرعونه که میاد به مسافه موسی خودش غرق میشه، ولی خدا که به اون گفته که برو پیش فرعون، او طغیان کرده. فقل له قولا لینا، قول ملایمی باش بکن، صحبت کن محترمانه مؤدبانه صحبت بکن. تنها خواست موسی از فرعون اینه که این چرا اینا رو شکنجه میدی؟ چرا آزار میدی؟ بذار این بنی اسرائیل من ببرم به دیار خودشون. یک عمل دفاعیه. هیچ مؤمنی مطلقاً حق نداره که حالت تعرضی به دشمن داشته باشه. این رو با اتکای به آیات قرآن عرض میکنم. قرآن میگه فقط شما باید صبر بکنید. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگه شما این دو تا عامل رو داشته باشید، دو بال پرواز، صابر یعنی مقاوم باشید در برابر دشمن و تقوا یعنی سلف کنترل داشته باشید، احساساتی نشین، عمل تند انجام ندید، حتما موفق میشید. ان یاتوکم من فورهم هاذا، حتی دشمن بر شما فوران بکنه. این سوره آل عمران آخرش هم میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میخواین پیروز بشید، مقاوم باشید، تقوا داشته باشید، رابطه با هم پیدا بکنید. همین، هرگز نمیگید یه ضربه بزنید به جبهه دشمن. البته جنگ وقتی انجام میشه چیز دیگه است، ولی هیچ مؤمنی از موضع تهاجمی عمل نمیکنه در فرهنگ قرآن. در سراسر کربلا هم میبینیم امام حسین او نیست که حمله بکنه به دشمن، او همش با اخلاق با مقاومت سر خم نمیکنه، از حقوق انسانی خودش دفاع میکنه. کار اونا داعشی حالا چگونه است؟ دو تا کشور بزرگ اسلامی رو به چه روزگاری کشوندن؟ عرض کردم که فقط این 9 ماه 12,000 نفر تو عراق کشته شدن، حالا 200,000 نفری که تو سوریه به جای خودش. ضد امنیتی ترین اقدام ممکن رو اینا انجام دادن. فقط 1700 تا اون دانشجویان خلبانی بود، مال چی بود که شیعه بودن، اینا رو دونه دونه همه رو گردن زدن که دیدین حتما فیلم هاشو چه بلایی سر اون ایزدی ها آوردن با مسیحی ها. هنوز که چند وقتی الان کردار رو کوبانی رو در محاصره دارن. یه بلاییه که به جون همه افتادن، اصلا دیگه خودی و غیر خودی نمیشناسن. اینم در واقع یک نوع عمله از نظر قرآن. آواره کرده، میدونن چند صد هزار نفر آواره شدن از ایزدی ها گرفته یا مسیحی ها یا کرد ها یا شیعیانی که اینها کشتن، بخش یک سوم عراق رو اینا گرفتن. قرآن میگه و اخراج و اهلهی منها اکبر و الفتنتو اکبر من القتل، بیرون کردن و آواره کردن یک مردم از شهر و دیارشون از کشتار از قتل بدتره. بارها در قرآن این رو میگه، میگه محرمون اخراجهم، بیرون کردن مردم حرامه. اینا به نام اسلام دارن عمل میکنن. ششمین مقایسه مسئله صداقته، صداقت یا عوام فریبی. میدونید صداقت از اصول مؤمنه، از اصول مسلم قرآنه. صداقت منظور راستگویی نیست، راستکرداری عمدتاً.
میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، بعضی از انسان ها مردان اون پیمانی که با خدا داشتن صادقانه عمل کردن. من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر، شهید شدن در راه حق، بعضی هم تو خط انتظاره. اینو میگه صداقت. صداقت یعنی انطباق ایمان با عمل، انطباق اون چی که ادعا میکنی، سخنش رو میگی با اون چی که عمل میکنی. در قرآن یوسف هم میگه صدیق بود، یوسف ایها صدیق افتنا، اون دو یار زندانی می اونو با نام صدیق می، همه چیش ظاهر و باطنش یکی بود. حضرت مریم رو میگه صدیقتون، از علائم بزرگ ایمانیه. من فقط برای نشون دادن میزان صداقت این داعشیان اسامیشون رو خدمتتون میخونم که حتی اسمشون رو هم نمیخوان بگن چون سوابقشون معلومه، قارچن، ریشه ای ندارن. خیلی مهمه که آدم بشناسه اینا از کجا اومده. حضرت علی تو اون عهدنامه مالک اشتر برای انتخاب وزرا میگن برو توی بیوتات صالحه، خانواده های صالح، ببین کیا به سوابق الحسنه. رهبرشون همین ابوبکر بغدادیه نیست؟ اولا اسمشو خیلی مفصل کرده، ابراهیم، که وصف بکنن به حضرت ابراهیم پدر انبیاء توحیدی. ابوبکر چون اولین خلیفه است وصف میکنه ابراهیم، ابوبکر الحسینی، حسین هم برای همه عزیزه چه اهل تسنن پرچم داره بر حال آزادی، الهاشمی البغدادی، چون از اول هم بین مسلمان ها بود که حتما خلیفه باید از بنی هاشم باشه، میخواد بگه ما وصلیم بر سرچشمه. بغداد هم که بر حال مرکز بوده، ولی اسم واقعیش هست ابراهیم، عواد ابراهیم علی البدری سامرائی، مال سامره است، بغداد هم نیست، هیچ کدوم از این اسامی هم نیست. نفر بعدیشون که فرمانده داعش در عراق، ابو مسلم و ترکمانی، ابو مسلم این اسمش است، احمد عبدالله الحیالی، این سرلشکر صدام بوده، فرمانده قسمت اطلاعات نظامی عراق بوده دوران صدام و گارد ریاست جمهوری. ببینید چقدر راحتم رنگ عوض میکنه. فرمانده اینها در سوریه ابوبکر و شیشانی است، اسم ابوبکر این گذاشته، این مال گرجستانه، اسمش از تارخان باترهیفیلی. نفر بعدی سخنگوی رسمیشون ابو محمد العدنانی از تاها صبحی فلاحه، یعنی حتی تو اسامیشونم صداقتی آدم نمیبینه، یعنی همه چی وارونه است، همه چی بازی کردن با اسامی برای فریب مردم با اسامی مقدس. اما بصیرت هفتمین ویژگی است که مقایسه میتونیم بکنیم داعشیان و با عاشوراییان. این آیه است در قرآن، حتما شنیدین، خداوند به پیامبر میفرماد که قل هذهی سبیلی، پیامبر بگو راه من اینه، ادعو علی بصیرتن، دعوت من رو بصیرته، رو آگاهیه، انا و من اتبعنی، هم من و هم هر کسی که میخواد از من تبعیت کنه باید رو بصیرت دعوت بکنه. این آیه صریح قرآنه که هیچ دعوتی بدون بصیرت نمیتونه باشه. اصلا در قرآن گفته که لا تقف ما لیس لك به علم، تا علم پیدا نکردی دنبال هیچ شخصی و هیچ کسی نرو، برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد، چشمت و گوشت و دلت یا عقلت پیش خدا پاسخگوه. چشم دادم ببینی بخونی، گوش دادم بشنوی، عقل دادم دل دادم که تجزیه تحلیل بکنی، چرا تقلید کردی کورکورانه؟ فراوون تا دلتون بخواد قرآن از این نکاتی که دلالت بر بصیرت یک مؤمن میکنه یاد کرده. اصلا خدا دوست نداره کسی نسبت به خودش تعبد بی شناخت داشته باشه. این آیه قرآنه، از ویژگی های عباد الرحمن هفت تا ویژگی میاره، یکیش اینه که اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیه برخورد میکنند،
لم یخر و علیها سمن و امیانن، کروکور برخورد نمی کنه. یعنی خدا دوست نداره کروکور با آیات خودش کسی برخورد بکنه. خداست دیگه، گفته دیگه، ما باید بپذیریم. نه حتما باید بشناسیم اینا چقدر این شناخت رو دارن جز حربه تکفیر. من اجازه بدین براتون ویژگی های اینها رو از قول مرحوم مطهری بخونم. البته مطهری که اول انقلاب ترورش کردن، داعش رو ندیده بود، ولی داعش تازه که متولد نشده، این باز تولید خوارجن اینا. علی هم توسط همین گروه ها ترور شد. اتفاقا وقتی که اون خارجی های گروه خوارج جنگ نهروان و علیه علی را میندازن، وقتی که سرکوب میشن، کشته میشن، خبر میارن تمام شد فتنه اینا. میگن نه، انهم فی اصلاب الرجال و ارحام الامهات، اینا در صلب مردان و رحم زنان هستن، اینا تمام نشدن. سیور افو به هم زمان، آینده اینا رو بیرون خواهد داد. پس یه فکره، یه اندیشه است. کتابی داره مرحوم مطهری به نام جاذبه و دافعه علی، میگه وای به حال جامعه مسلمین از آن وقت که گروهی خشک مقدس یک دنده جاهل بیخبر پا را به یک کفش کنند و به جان این و آن بیفتند. چه قدرتی میتواند در مقابل این مارهای افسون ناپذیر ایستادگی کند؟ من تیکه تیکه از اون کتاب میخونم. اگر اینها پا بگیرند، همه را به درد خود مبتلا خواهند کرد و جهان اسلام را به جمود و ظاهرگرایی و قشریت و تهجری خواهند کشانید که کمر اسلام خم شود، که میبینیم چگونه خم شده. مگر نه این است که پیامبر فرمود دو دست پشت مرا شکستند، عالمون متحدک و جاهلون متنسک. پیامبر میگن این دوتا پشت منو شکستند، یکی عالم دینی فقیه که متحدک، پرده های چیز رو پاره میکنه، فقط دنبال دنیاست، قدرت، شهرت، وجاهت. یکی هم جاهلیست که به مناسک، به ظواهر دین چسبیده. در ویژگی ها اینا میگه مردمی خشن، فاقد اندیشه عالی و احساسات لطیف، مردمی پست، برد صفت و اوباش، که شمشیر زبان را به روی صاحبان فضیلت کشیدند. بازار تکفیر و تفسیق و نسبت بیدینی به هر صاحب فضیلت را رایج ساختند. سخنان مطهری. خطر جهالت این گونه افراد و جمعیت ها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرک ها قرار می گیرند و سد راه مصالح عالیه اسلامی واقع می شوند. همیشه منافقان بیدین مقدسان احمق را علیه مصالح اسلامی برمی انگیزند. اینها شمشیری می گردند در دست آنها و تیری در کمان آنها. حالا اسرائیل هم بیرون نشسته و دارن کیف میکنن، یا به جون هم افتادن. یه موقعی بود که جنگ 1967، بالاخره مصر برای خودش یه اباحتی بود، سوریه بلندی های جولان رو دفاع میکرد، عراق بزرگترین قدرت نظامی منطقه بود. چی شدن هر کدوم اینا؟ مصر رو ببینید چی شده، سوریه که چند تیکه شده الان، عراق به کجا کشیده؟ یه ارتش ندارن که بره دفاع بکنه از این. اول که 3000 تا بودن، 3000 تا تروریست آمدن یه کشور رو در معرض تجزیه به سه قسمتش قرار دادن. عراق کجا، افغانستان کجا، پاکستان کجا رسیده؟ اینا آلت دست قرار گرفتن. کیا اینا رو آموزش دادن؟ کیا اینا رو با این ماشینای چند هزار تا 0 کیلومتر فرستادن که مقابله کنه با سوریه، که حالا چون روسیه از اون بر داره حمایتش میکنه؟ آلت دست کیا هستن؟ همه که میدونیم. نمیخوام حالا وارد حرفای دیگه بشن. مردمی تنگ نظر و کوته دید بودن، در افقی بسیار پست فکر میکردن، اسلام و مسلمانی را در چهار دیواری اندیشه های محدود خود محصور کرده بودن.
مانند همه کوته نظران دیگر مدعی بودند همه بد میفهمند یا اصلا نمیفهمند، همگان به خطا میروند، همه جهنمی هستند. این گونه کوته نظران اول کاری که میکنند این است که رحمت خدا را محدود میکنند، خدا را بر کرسی غضب مینشانند. اینجور آب روزی از اسلام و مسلمانی کردن، اینا هم تو تلویزیوناشون همه جا دارن نشون میدن که اسلام اینه. اما سخنان امام حسین مخاطبش کیا بودن؟ وقتی که مکه رفتن اعتراضشون با کیه؟ امام حسین همه رو خبر کردن، 1000 نفر از کسانی که به تعبیر روحانیون اون دوره بودن، جامعه علما رو جمع کردن. البته اون موقع که روحانیت ما نداشتیم، لباسی تنشون نبوده، همه عمامه داشتن، همه اون لباس ها بوده. کسانی که پیامبر رو دیدن، درک کردن، فعلا تو اون جامعه ابهت دارن، همه میگن حضرت آقا از صحابه رسول خدا بوده. سخن امام حسین با ایناست، نه راجع به حجاب مردم. من میخونم قسمتی رو براتون. ای کسانی که مشهور به علم، مذکور به خیر، نصیحت و دارای هیبتی در دل مردم هستید، شریف از شما حساب میبرد و ضعیف شما را احترام میگذارد. حالا این مقدمش مفصله، بذاریم بگذارم. یعنی میگه شما تو این جامعه بر منبر و محراب و در موقعیت ها هستین، چرا؟ چه زحمتی کردین؟ چه هنری به خرج دادین؟ فقط برای اینکه رسول خدا رو دیدین، به نام دین دکون باز کردید برای دنیای خودتون. انتظار و امید به قیام در راه خدا در دل مردم نسبت به شما به وجود آمده است، در حالی که در مورد بسیاری از حقوق الهی کوتاهی میکنید. میگه این کرامتهای خدایی شما رو بالا برده، مردم بهتون احترام میذارن، مسئولیتتون رو چرا انجام نمیدین؟ چی کاره این شما؟ دارید میبینید چه جنایتی داره میگذره تو جامعه؟ چرا لال شدید؟ شما حقوق پیشوایان دینی را خار و خفیف و حق ضعیفان را ضایع کرده اید، اما نسبت به مطالعه حق خودتان جدی هستید. گوشه اسکناسیشون هم نباید ساییده باشه. نه مالی در راه کسی که شما را آفریده خرج کرده اید، نه جانی به خطر انداخته اید، نه با خیشان منحرفتان به خاطر خدا درگیر شده اید. با این حال آرزوی بهشت و مجاورت رسولان او و ایمنی از عذابش را دارید. ای آرزومندان بی عمل، من بیم دارم نقمتی از نقمات خدا بر شما فرود آید. این خیلی مفصله، چند صفحه است. تمام اعتراض امام حسین متوجه روحانیت زمانشه، قشر آگاه زمانش، که چرا خفقون گرفتید این اوضاع دارین میبینید، فقط چسبیدید به مقام و موقعیت خودتون، چرا جمع نمیخورید، نمیبینید چطور یتیم ها، بدبختان، بیچارگانی مملکت به کجا رسیده. اعتراض نمیکنه که چرا اسید تو صورت مردم نمیپاشید. خطاب به خود اوناست که شما عامل اصلی هستین که میدون دادید یزیدها بر گرده مردم سوار بشن. دو سه تا قسمت دیگه بیشتر نمونده، سعی میکنم خلاصه عرض بکنم. یکی خرافات زدگی با اتکا به روایات و قصه های تاریخی. داعش یک مجله اینترنتی داره، اسمش دابقه. تعجب میکنم دابق یعنی چی؟ دابق اسم یه شهریست در سوریه، در 45 کیلومتری ترکیه است. در کتاب صحیح مسلم، کتاب اصلیشون، اینا 6 تا کتاب دارن اهل تسنن، صحاح 6 میگن، روایتی در آوردن که در آخر زمان جنگی خواهد شد در این دابق. رومی ها اونجا نیرو پیاده خواهند کرد، دجال ظهور میکنه، بعد مسلمان ها با دجال میجنگن، بعد عیسی ظهور میکنه، عیسی ابن مریم. همه رو چسبوندن به امروز، درست همون کاری که احمدی نژاد میکرد، همش با قصه ها و روایاتی که وصل میشه انقلاب ما و انقلاب مهدی و چی میشه. یادتونه که هر هفته و هر ماه میخوندیم، حالا اینا چسبیدن به این روایات و قصه های تاریخی. حتی اینی که الان دولت های غربی دارن با هم ائتلاف درست میکنن، روایت در آوردن که 80 پرچم
رومی ها مسیحی علیه مسلمان ها برمی افروختن زیر هر کدوم 12,000 نفر، تعدادشون هم پیش بینی کرده. یکی از مبلغین گروه ابو اسید بغدادی این تو فیسبوکش، من این دو خطه میخونه، میگه آنچه در عین الاسلام نزدیکی دابق روی داده، عین الاسلام اسمی است که رو کوبانی گذاشتن که الان محاصره کردن کردها رو، اسمشو گذاشتن اینجا آغازشه که نزدیکی شهر دابقه، از قرنها پیش برنامه ریزی و بشارت داده شده و بیهوده نیست. 80 کشور صلیبی خواهند آمد و آنها را شکست خواهیم داد. این همون داستانهای اسب سفید تو جبهه و نمیدونم این حرفا. میبینید چطور اونا کپی این قشهای سنتی ما دارن عمل میکنن از همین کتابای تاریخیشون. مطلب بعدی من دیگه به سرعت میذارم عرضم و خاتمه میدم. تلاش به هر قیمتی برای اجرای شریعت، در واقع به زور باید شریعت خدا رو پیاده کرد. یک بسیار مانیفست 19 ماده‌ای دارن که فرصتی هم نست اونو خدمتون عرض بکنم. اما همه هدف امام حسین آگاهی دادن به مردمه. میفرمد الا ترون ان الحق لا یعمل بهی، مگه نمیبینید که به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا یصلاح، دست از باطل بر نمیدارن. میگه تو این شرایط وظیفه هر مؤمنه که به لقاء خدا مشتاق باشه. اصلا این چیزایی که امروز چسبیدن به مردم، امر به معروف و نهی از منکر، وارد به سلا دنیای خصوصی مردم شدن، روابطی که هر شخصی با خالق خودش داره، اصلا ربطی نداره به دیگران، به هیچ مسلمونی ربطی نداره که بخواد وارد این مسائل شخصی بشه. امر به معروف قرآنی، امر به معروف ملت نسبت به حاکمانی که منحرف میشن. این فرمایش حضرت علیه که میگه لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، فیبلا علیکم شرارکم یا اشرارکم، نتیجهش این میشه که اشرارتون بر شما ولایت میکنه. ثم تدعون، بعد میرید هی دعا میکنید که خدای شرشون رو کم بکن، فلا یستجاب لکم، اجابت هم هرگز نخواهد شد. برای اینکه راه دفع اشرار این بوده که خودتون بجنبین، تکون بخورید. شرط لازمه اجرای امر به معروف و پیش زمینش و بسترش هم آزادیه. باید آزادی باشه تا احزاب، تا رسانه ها، تا وبلاگ ها مردم بتونن مراقبت بکنن. از اون موقعی که به اندازه 1,000,000 تومن سوء استفاده شد جلوشو بگیرن، نه وقتی که به رقم های نجومی میرسه، هزاران هزار میلیارد رقم میشه، اونم رؤسای بانک مرکزی و ملی و وزیر و وکیل، و دیگه هر روز کشف تازه‌ای از این ارقام نجومی میشه. چرا؟ برای اینکه امر به معروف وقتی که نباشه، مردم نکنن، این چنین خواهد شد. من چون شب عاشوراست آخرین سخن امام حسین رو خدمتون میخونم. این در واقع یک نوع خدافزیه با یارانشون هست. معمولا اینجور لحظات آخر یک نوع یأس و نومیدیست و حواله دادن مشکلات، فرافکنی کردن به دیگرانه. ولی میبینیم اون چی که در امام حسین هست و در اون شب، همش شکرگزاریه. میفرماد حمد میکنم خدا را حمدی شایسته و نیکو. شب عاشوراست، میدونن دیگه همه چی داره تمام میشه. ستایش میکنم پروردگار خیش را در سختی و در آسایش. بار خدایا تو را حمد میکنم که ما را با نعمت نبوت گرامی داشتی، قرآن به ما آموختی، ما را فقیه در دینت ساختی، به ما ابزار شناخت دادی، چشم و گوش و عقل دادی، و ما را از زمره مشرکان قرار ندادی. اصلا گله نیست، یک سر حمد خداست، شکر خداست. خدا باید بد رو به یارانشون میکنن، میفرمند خداوند همه شما را پاداش خیر عطا کند. من یارانی با وفاتر و نیکوتر
و خاندانی خدمتگزارتر و دلسوزتر از خاندان خود نمیشناسم. من میدانم که فردا کار ما با این دشمنان به کجا خواهد کشید. در این همچین ساعات و لحظاتی است که این سخنان ایراد شده. من بیعت خیش را از گردن شما برداشتم، حقی بر عهده شما ندارم. پس اکنون که تاریکی شب همه صحرا را فرا گرفته، موقعیتی مناسب است که هر کدام راهی در پیش گرفته و با رضایت من جان خود به سلامت ببرید. اینا با من کار دارن، با شما که کار ندارن. شب تاریک، برید برید پیش همسر و فرزندانتون، اینا هدفشون من هستن. یک نفر رو گزارش ندادن که رفته باشه. سخنرانی های اونا رو حتما خوندین، سخنرانی حبیب ابن مظاهر رو و هانی ابن عربه رو و دیگران رو، اونهایی که اصحاب امام حسین بودند، که هر کدوم اینا در اون ایام چی گفتن. گفتن ما که یه جان داریم، اگه صد جانم داشتیم دست از حمایت تو بر نمی داشتیم. این افتخاری است که خدا به ما داده که در آخرین لحظاتم در کنار تو باشیم. تا ظهر عاشورا که نیزه سنان ابن انس نخعی به بدن مبارک امام حسین اصابت میکنه، اون از یاران شمر بود. وقتی از اسب به زمین میافتن، قبل از اینکه اون آخرین رمق، اون آخرین نور حیات از بدنشون خارج بشه، وقتی میبینن حمله کردند به خیمه خانواده ها، زن ها و دختران، میگن یا شیعت و آل ابو سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. ای پیروان ابو سفیان، اگر لااقل دین ندارید در دنیای خودتون آزاده باشید. این شرط آزادگی نیست که به زنان و دختران حمله بکنن. ای کاش این کسانی که اسید به صورت دختران میپاشیدن میفهمیدن که این مردانگی نیست، این آزادگی نیست که یک کسی که مثل ما نیست این بلا رو سرش بیاریم. سلام بر سرور آزادگان، سلام بر سرو هموار سبز آزادی، سلام بر رایت سرخ رهایی، سلام بر روی و بر رنگ و روی برگرفته از صبغه الهی، اون رنگ الهی، صبغتن من الله و من احسن من الله صبغتن. سلام بر سالار شهیدان و سفینه نجات طوفان زدگان از گمراهی. به قول اقبال لاهوری، من عرایزم رو با شعر او ختم میکنم. میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، وقتی که خلافت دیکتاتوری و استبداد شد، خواست ان آن سرسلسله خیر الامم، این سرو برومند سرسلسله بهتری امتها برخواست. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنین سامان سفر. میگه تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، لا اله الا الله، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. موفق باشید.